سوره مبارک محمد که سوره 47 قرآن عظیم و شان است در مدینه منوره نازل شده، متشکل است از 38 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند اعمال ایشان را ضایع گردانید. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. و آنانی که ایمان آوردند و عمل نیکو انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل شد ایمان آوردند، در حالی که این حق است از نزد پروردگارشان، خداوند از ایشان بدیهایشان را زدایید و حالشان را اصلاح کرد. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. این سببی است که کافران باطل را پیروی کردند و بیگمان مؤمنان از حقی که از نزد پروردگارشان است پیروی کردند. به این ترتیب خداوند برای مردم همانندهایشان را مثال میزند. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. پس چون با کافران مساف می دهید، کار شما گردن زدنشان است، تا چون بر آنان چیره شدید، قید و بند را بر ایشان محکم گردانید. بعد از این یا منت گذاشتن است به این که آنها را رایگان آزاد کنید، یا فدیه گرفتن در برابر آزادی ایشان تا این که جنگ بار خود را به زمین نهد. این است حکمی که باید از آن پیروی شود، و اگر خدا می خواست یقینا از ایشان انتقام می گرفت. اما جهاد را برای آن فرض گردانید تا بعض شما را به وسیله بعضی دیگر بیازماید. کسانی که در راه خدا کشته شدند، خداوند هرگز اعمالشان را ضایع نمی کند. سیهدیهم و یصلح بالهم. به زودی ایشان را هدایت می کند و حالشان را به صلاح می آورد. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. و ایشان را به بهشت داخل میگرداند که اوصاف آن را به ایشان معرفی کرده است. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ای مؤمنان، اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گام های شما را استوار می گرداند. والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. و اما کافران، پس مرگ باد بر ایشان و خداوند اعمالشان را ضایع می کند. ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم. این سبب است که آنچه را خداوند نازل گردانید ناخوشایند می انگاشتند، پس اعمالشان را هبطه کرد. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. آیا در زمین سفر نکردند تا ببینند که عاقبت کسانی که پیش از ایشان بودند چی شد؟ خداوند ایشان را هلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات است. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. این سببی است که خداوند مولا و مددگار مؤمنان است و واقعا کافران مولا و مددگاری ندارند. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. بیگمان خداوند آنانی را که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند و باغهای داخل می گرداند که از زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و کافران از مظاهر فریبنده دنیوی به همان گونه بهره اندوز می شوند و می خورند که چارپایان می خورند و سرانجام آتش مسکن ایشان است. و که این من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ای بسا سرزمین هایی که مردم آن از مردم سرزمین تو جایی که تو را از آن بیرون کردن نیرومندتر بودند. ایشان را هلاک ساختیم و هیچ یار و مددگاری برای ایشان نبود. افمن کان علی بینت من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. پس آیا کسانی که دلیل روشنی از جانب پروردگار خود دارند مانند کسانی اند که زشتی عملشان برایشان زیبا جلوه داده شده و از هوای نفس خود پیروی کردند؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. صفت بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده این است که در آن جویبارهای است از آب پاکیزه‌ای که گندیده و بدبو نمی شود و جویبارهای از شیری که مزه آن تغییر نمی کند و جویبارهای از شراب طهوری که مایه لذت نوشندگان است و جویبارهای از عسل مصفا. در آن برای ایشان از همه انواع میوه ها میسر است و نیز آمرزش از جانب پروردگارشان. آیا کسانی که در چنین حالت گوارای قرار دارند مانند کسانی بوده می توانند که همیشه در آتش بسر می برند و برایشان آب جوشان نوشانیده می شود که روده هایشان را پارچه پارچه می کند؟ و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عند قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. و از میان ایشان کسانی اند که با تو گوش فرا می دهند اما چون از نزد تو می روند به کسانی که به ایشان علم داده شده می گویند آیا او یعنی پیامبر همین اکنون چی گفت؟
ایشان کسانی اند که خداوند بر دلهایشان مهر زده و هوای نفس خود را پیروی کردند. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم. و اما آنانی که رهیاب شدند خداوند بر هدایتشان افزود و به ایشان تقوایشان را ارزانی فرمود. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم. پس آیا جز قیامت که ناگهانی به ایشان می آید انتظاری دارند؟ در حالی که همین اکنون بعضی نشانه های آن آمده است، پس چون قیامت به ایشان فرا رسد چگونه برایشان پندشان سودمند خواهد شد؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. پس بدان براستی جز خدا معبودی نیست و از گناه خود و مردان مسلمان و زنان مسلمان آمرزش بخواه. خداوند جای گشت و گذار و محل بود و باش شما را میداند. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ينظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فأولى لهم. مؤمنان میگویند چرا سوره در مورد جهاد نازل نمی شود؟ ولی وقتی که سوره محکمی یعنی سوره که حکم آن قاطع و معنای آن روشن است نازل شود و در آن جنگ ذکر کرده شود، آنانی را که در دلهایشان مرض است می بینی که به سوی تو با نگاه کسی که از مرگ بر او بیهوشی عاید شده نظر می اندازند، پس مرگ به ایشان بهتر است. طاعت و قول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. شایسته حالشان فرمان بری و سخن نیکوست و چون فرمان جهاد قطعیت یافت، پس اگر با خدا صادق باشند این برایشان بهتر است. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. پس در صورتی که شما سرپرست امور مردم شوید، آیا فکر نمی کنید که در زمین فساد کنید و صله رحم خیش را قطع نمایید؟ اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. آنهایند کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده است، پس آنها را کر ساخت و چشمانشان را نابینا گردانید. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. پس آیا در قرآن فکر نمی کنند یا بر دلهای ایشان قفلهای بازدارنده از فهم آن نهاده شده؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. بیگمان آنانی که بعد از روشن شدن راه حق به ایشان به عقب خیش برگشتند، شیطان برای آنها این امر را زیبا جلوه داد و ایشان را با آرزوهای دور و درازی فریفت. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. این سبب است که ایشان به کسانی که چیزی را که خداوند نازل گردانیده ناخوشایند می انگاشتند، می گفتند در بعضی امور از شما پیروی خواهیم کرد، در حالی که خداوند اسرارشان را می داند. فکیف اذا توفتهم الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم.
پس حال ایشان چی خواهد بود وقتی که فرشتگان روحشان را در حال قبض کنند که به روحها و پشتهایشان بزنند؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. این سبب است که ایشان چیزی را پیروی کردند که خشم خدا را برمی انگیزد و رضای او را ناخوشایند می انگاشتند، پس اعمالشان را هبط کرد. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم. یا آنانی که در دلهایشان مرضی است پنداشتند که خداوند هرگز کینه هایشان را آشکار نمی گرداند؟ ولو نشاء لأریناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالكم. اگر بخواهیم ایشان را به تو نشان می دهیم و تو آنها را از روی قیافه هایشان بیشناسی، آنها را از لهجه کلامشان حتما خواهی شناخت و خداوند اعمال همه شما را می داند. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلو اخباركم. ما شما را حتما آزمایش می کنیم تا مجاهدان شما و شکیبایان شما را متمایز گردانیم و تا اخبار شما را مورد آزمون قرار دهیم، یعنی اخباری را که از شما می رسد آشکار کنیم. این الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضر الله شیئا و سیحبط اعمالهم. بیگمان آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و با پیامبر مخالفت ورزیدند، بعد از اینکه راه حق به ایشان روشن شد هیچ زیانی به خداوند رسانده نمی توانند و به زودی اعمالشان را هبط می کند. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ای مؤمنان، خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اعمال خیش را ضایع نسازید. این الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. آنانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند و در حالی که کافر بودند مردند، پس خدا هرگز ایشان را نمی آمرزد. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. هرگز سست مشوید و دشمن را به صلح زلتبار فرا نخوانید، در حالی که شما غالب هستید، خداوند با شماست و او هرگز اعمال شما را ضایع نمی کند. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم. بیگمان زندگی این دنیا بازی است و بیهودگی، و اگر ایمان آرید و پرهیزگار شوید خدا پاداش شما را می دهد و از شما دارایی های شما را نمی خواهد. يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر از شما آنها را بخواهد و بر این تقاضا بر شما اصرار نماید، بخل می ورزید و کینه و خشم شما را آشکار می سازد. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء.
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. آگاه باشید، شمایید که به خرج کردن در راه خدا فرا خوانده می شوید، با این هم بعضی از شما بخل می ورزند و هر که بخل کند به خود بخل می کند و خدا بی نیاز است و شما محتاج استید. اگر از داد و دهش روی برتابید، خداوند به عوض شما قوم دیگری را می آورد و باز ایشان همانند شما نیستند.